با درود خدمت شما آقای دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از اتریش. خیلی ممنون از اینکه به ما در رادیو جوانان امروز فرصتی دادید برای یک گفتگو. خیلی خوش آمدید. من هم سلام و درود میفرستم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان برنامه شما و امیدوارم که مصاحبت خوبی رو در خدمت شما باشه. آقای نایب هاشم، ما دو تا موضوع رو میخوایم امروز بهش بپردازیم. مهمترین مسئله البته فعلا کشته شدن آقای ابراهیم رئیسی و آقای عبداللهیان و همراهان که جمعا 9 نفر بودن با خدمه هلیکوپتر و اینا، یعنی منظورم خلبان و کمک خلبان و اینا. این 9 نفر کشته شدن. شایعات زیادی پیرامون چگونگی و چرایی کشته شدن اینها هست و مسئله که تقریبا تمام میدیای خارج از ایران بهش اشاره میکنن اینه که ایشون با یک هلیکوپتری که خیلی قدیمی بوده، چرا باید جابجا میشده؟ به هر حال ایشون رئیس جمهور یک کشوره و چرا میبایست حتی درست شد فروش هلیکوپتر یا بعضی مسائل برای ایران در تحریم هست، ولی خوشحال اینها بتونن کرایه بکنن، لیزینگ بکنن از کشورهای همسایشون. حداقل اونه که این سوالیه که هست که بعد از این همه بریز بپاشی که به هر حال آقایون میکنن داخل ایران، چرا حداقل برای فکر سلامت خودشون نیستن؟ یعنی هلیکوپتر یا هواپیمایی که شخص اول کشور رو جابجا میکنه معمولا باید مسئله تکنیکیش و اینا درست باشه. ظاهرا ایشون هوا هلیکوپتری که به تبریز رفته اونجا گفتن اشکال فنی داره، بعد با هلیکوپتر هلال احمر به اون منطقه ورزگان رفته برای یه دیدار دیگه. خب یعنی یه همچین چیزی چه علتی داشته؟ بعضیا میگن عمدی بوده، پلنی بوده برای اینکه این هلیکوپتر سقوط کنه و اینا رو به سر از میون بردارن. و یک میدونید همیشه یک چیزی هست راجع به سرنوشت رؤسای دولت جمهوری اسلامی که یه طورایی یا ترور میشن یا حذف میشن از صحنه سیاسی، یا اینطوری آخریش هم که سقوط میکنن. نظر شما چیه در مورد حواشی های این مسئله؟ بفرمایید. شما در خلال صحبتتون فرمودید شخص اول کشور، که شخص اول کشور نیست، شخص اول کشور خامنه‌ای. و همونطور که می‌دونیم خامنه‌ای خیلی نگران هستش که در واقع جانش خودش رو حفظ بکنه و خب همه اطرافیانش هم در این رابطه تلاش میکنن. بقیه دیگه مهره‌های مختلفی هستن از جمله رؤسای جمهور که زمانی که در واقع تاریخ مصرفشون به سر میرسه و به اشکال مختلف حذف میشن، همونطور که تو صحبت شما فرمودید بود. در این حال خب به هر حال اینها در ارتباط با اون احتمالی هستش که حادثه طبیعی روی داده باشه دیگه، در اینکه اگر که به هر حال انفجار در هوا روی داده باشه دیگه چه فرقی میکنه که چه هلیکوپتری باشه، اگه قرار باشه که در واقع اتفاق به این صورت افتاده باشه. حالا هنوز ما زوایای این اتفاق رو نمیدونیم، ولی به هر حال منظور من اینه که اگر واقعا به خاطر مسئله تکنیکی بوده، خب اون مربوط میشه به کهنه بودن هلیکوپتر یا به هر حال اون نقلی وسیله نقلیه هوایی که اینا جابجا میشدن. ولی خب به قول فرمایش شما اگه ترور باشه، خب اون اصلا دیگه هر چی باشه فرقی نمیکنه تو مسئله. ولی بیشتر این مسئله فعلا روی قدیمی بودن ناوگان هوایی جمهوری اسلامیه. ولی خب این در شرایطی که به هر حال درست شخص اول کشور بود، فرمایش شما آقای خامنه ای و ماشاءالله از بیتش هم بیرون نمیاد که طوری نشه، ولی مسئله اینه که ایشون به هر حال رئیس جمهور این کشور بودن و میبایست که ایشون و یا کسانی که در مقامات عالی هستن موقع جا به جا شدن هستن، یعنی یه طوری به یه جوک تبدیل شده که چطوری با رئیس جمهور یک کشور با هلیکوپتر قراضه هلال احمر بیاد جا به جا بشه. چرا باید این اتفاق میافتاد و چرا باید برای گشتن دنبال رئیس جمهور یک کشور با که بعد از اینکه به اصطلاح هوا یه مقدار شفاف شده بوده از میه و اینا، دیدن که از جاده انقدر فاصله ای نداشته، ولی با چراغ قوه انگار دنبال مثلا گوشواره کسی افتاده زمین داشتن با چراغ قوه، اون نیروهای امداد با اون همه تشکیلات چراغ قوه اونا را افتاده بودن.
که بگردن دنبال لاشه های هواپیما، بعد از کشوری مثل ترکیه کمک خواستن برای امکاناتی که بتونن، حتی رو به آمریکا انداختن که به ما کمک کنید ببینیم اینا کجان. یعنی کشوری که این همه هواپیمایی بدون سرنشین درست میکنه، نمیدونم پهپاد درست میکنه، این همه ادعا داره میفروشه به روسیه که روسیه هم تو اوکراین به کار ببره و بعدش هم دودش بره تو چشم مردم با تحریمایی که کشورهای غربی میکنن و به همین دلایل، چطوری نمیتونه ساده ترین چیزها رو داخل کشور خودش برای ردیابی و رهگیری و اینا استفاده کنه؟ بفرمایید. بله، برها خب میدونید که ظریف هم از این صحبت کرده که به خاطر تحریم‌ها در واقع آمریکاست که مقصره که این اتفاق افتاده. به حال از این زاویه سعی میکنن طرح بکنن قضیه، ولی همونطور گفتم به هر حال اونها تمام تلاششون برای اینه که اون عمود خیمه انقلاب به قول خودشون رو حفظ بکنن و تمام توجهشون متمرکز روی شخص خامنه‌ایه و حالا بیت رهبری جانشینان احتمالی خامنه‌ای. برای رئیسی از این دور خارج بوده، یعنی امروز در واقع در مجلس خبرگان که تشکیل جلسه داده، خب صحبت حال روزهای اخیر بوده، در 6 ماه گذشته خط خورده بوده اسمو از به عنوان کاندیدای رهبری و خب امروز مثلا کسانی مثل روحانی، مثل شاهرودی، هاشمی شاهرودی شرکت نداشتن در مجلس مؤسسان. بنابراین خیلی از افرادی که در لیستی که میتونستن میتوانند جانشین خامنه‌ای باشن به جز مجتبی خامنه‌ای به اشکال مختلف خط خوردن از این لیست، ولی نیاز به کشتنش در واقع از نظر من نبود در این رابطه. اونهایی که به هر حال یکی از سناریوها این هستش که به خاطر اختلافات داخلی او رو کشتن، ولی به نظر نمیرسه نیروی در داخل اینقدر انگیزه داشته باشه که او رو کشته باشن. در رابطه با حالا کشورهای دیگه میشه راجعش صحبت کرد. در ارتباط با مسائل مربوط به مسائل که فرمودید، به هر حال در مورد پهپاد ساختن یا موشک ساختن خب این امکان رو دارن، ولی مثلا فرض کن هواپیما نمیتونن بسازن، برای همین هم که از برای سیستم دفاعیشون و اون بازدارندگی که ازشون صحبت میکنن از موشک استفاده میکنن و در رابطه با حمله به اسرائیل هم از موشک ها در دفعه خب سعی کردن که خیلی اذیت کننده نباشه برای اسرائیل. خودشون هم بعدا گفتن ما موشک‌های در واقع کهنه خودمون اینجوری امتحان کردیم و مصرف کردیم، مثل مصرف می‌کنن. بنابراین پهپاد میتونن بسازن، برای اینکه خب پهپاد متفاوت است با یه هواپیما یا هلیکوپتر سازی. قدرت هلیکوپتر سازی یا حتی اجزای هلیکوپتر سازی رو ندارن و به خاطر همینه که ظریف از تحریم صحبت میکنه و به هر حال یعنی امکاناتشون هم هواپیماها که هواپیماهای مثلا مسافربری چه هواپیماهای جنگی، اینا همه هواپیماهای خیلی قدیمی هستن و خب به روز نشدن. حالا در مورد لیزینگ خیلی دیگه می‌فرمایید، در حال سعی می‌کنن که اون اعتمادم حالا اون اندازه لازمه به نیروهای کشورهای دیگه ندارن و خب نتونستن اصلا از این انزوا در بیان، بنابراین تلاش هم ندارن. از اون طرف هم خب برای یه زاویه هم این هستش که به جز خامنه‌ای که خب عمود خیمه انقلاب می‌ذاره و به هر شکل حفظ بکنن، از بقیه صحبت میکنن به عنوان اینکه همه در واقع مشتاق شهادت هستن و خب این مشتاق شهادت بودن اینم میتونه تا یه حد معینی داشته باشه که در حفظ افرادی که هستش در اون حدی که مثلا فرض خامنه‌ای رو حفظ میکنن تلاش نکردن. نکته دیگه اینه که خب مثلا او و امیر عبداللهیان وقتی صحبت از 3 یا 2 هلیکوپتر هستش که خب همزمان سفر میکردن، خیلی همزمان سفر میکردن، خب چه سالی بوده که خب این افراد در یک هلیکوپتر باشن. بنابراین و اینجور مسائل مطرح است. حالا ما تمام اطلاعات دقیق رو که در این باره نمیدونیم، ولی هر 3 احتمال اینکه کاملا طبیعی باشه یا اینکه در واقع یک توطئه به اصطلاح داخلی باشه یا توطئه دسترسی نیروهای خارجی باشه به این مسئله، خب بیش از همه از هاند طرف اسرائیل هست. با توجه به اینکه اسرائیل هیچ قبول نمیکنه اگر اقدام کرده باشه، به هر حال اینجا اونجا سعی میکنه افرادی رو که در لیست سیاهش قرار داده از بین ببره بدون سر و صدا، میتونه در اون هم از این زاویه هم به قضیه فکر کرد. و خب به هر حال دستی به خامنه‌ای که نرسیده، دستی به رئیسی که میرسه. بنابراین این مسئله در واقع از همین از هر چند زاویه مطرح است. البته خب کسانی که دست به انفجار زده باشن، حالا باید اطلاعاتی دقیق‌تر داشته باشیم، طبیعیه که سعی میکنن
متقابلا تز و تئوری تصادفی بودن این قضیه به خاطر آب و هوا بودن به خاطر کهنگی رو مطرح بکنن. برای اون دوتا هم از بین نمیره، ولی هنوز که هنوز اونقدر مدارک کافی نداریم. به همجور که شما میگید در ارتباط به جمهوری اسلامی چون همه چی مخفی سر میشه نگه داشته بشه، خب قطعا اونا اطلاع داشتن از این ابتدا. ظاهرا یکی از اون افراد تا یه مدت امام جمعه تبریز ظاهرا تا یه مدتی زنده بوده و خب خبرها رو میدونستن، خبرها رو داشتن، میدونستن که اینا کشته شدن، ولی سعی کردن تا صبح روز بعد صبر بکنن، هم به خاطر اینکه خب فرصت داشته باشن برای برنامه‌ریزی، همین که حتما این رو در روز تولد امام هشتم شیعیان مطرح کنن. بنابراین اینها مجموعه برنامه‌ریزی‌هایی هستش که جمهوری اسلامی میکنه، پنهانکاری و تلاش برای مدیریت امری که هست. الان خب تمام تلاششون متوجه این هستش که تشییع جنازه مثلا پرشکوه رو برگزار بکنن مثل مثلا قاسم سلیمانی، و از اون طرف نگران هستن که مثل همین سالگرد تشییع قاسم سلیمانی سالگرد به خاک سپاری او که تعدادی داعش حمله کرد و تعدادی رو کشت، یا افرادی در واقع دست و پا له بشن، یا اینکه در حال انفجار صورت بگیرد. بنابراین اینها موزلاتی هست فعلا امروز مطرح است برای جمهوری اسلامی، و به هر حال در مجموع میشه گفتش که اون حالا ثبات معین در دل بی ثباتی عمومی که حالا وجود داشت خب به بی ثباتی بیشتری منجر شده، و حالا باید این قضیه رو در خلال 49 روز آینده برنامه‌ریزی کنیم. آقای دکتر، امروز به هر حال ما تو مرحله اول شاهد این بودیم که بعضی رسانه‌ها هم پوششش دادن که فعلا تشییع جنازه ها از در تبریز انجام شد، و تا اونجا که من داشتم نگاه میکردم از برای کانالایی که پوشش میدادن، واقعا جمعیت زیادی اومده بود، حتی بسیاری چه میدونم شال گردن و دستمال گردن و بلوز و اینجور چیزا میدادن که به تابوت اینا مثل تبرک بمالن و پسشون بدن. یعنی جمعیت زیادی بود، یعنی واقعا قابل توجهه. با توجه به این که سر حالا مسائل دهه 60 رو بذاریم حالا کنار، همین در دوره ریاست جمهوری ایشون و مسائل همین مهسا امینی و زن زندگی آزادی و اینا، به هر حال اون برخورد انتظامی و برخورد شدیدی که خود شخص آقای رئیسی هم به هر حال گفته بودن که با تمام کسانی که مخالفت بکنن یا تو خیابونا مشکلات ایجاد کنن برخورد جدی میشه، ما شاهد این بودیم که برخلاف تصور جمعیت خیلی زیادی اومدن، مخصوصا توی تبریز که خب نمیدونم حالا چون تبریز به نوع خودش یک شهر خیلی مذهبی میتونه باشه یا چه قضیه، یا چون تصادفاً امام جمعه و استاندار اونجام در این به هر حال هلیکوپتر بود و کشته شده، حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی فعلا که استقبال خیلی زیادی از مراسم تشییع شده. نظرتون در این مورد چیه با توجه به حاشیه های به هر حال مسائلی که در چند سال همین دوره ریاست جمهوری ایشون اتفاق افتاده؟ خب به هر حال خب در هر جامعه، از جامعه جامعه ایران، وقتی کسی فوت میکنه اونم به شکل فجیع فوت میکنه، خب مردم ممکنه به درجاتی، مردم عادی حتی به درجاتی در واقع اون جنایات رو خب میدونیم دیگه، مثلا به جنایات علیه بشریت و جنایات بزرگ بود، یه مدار در واقع ببخشن فرد رو از زاویه خودش میتونه دیگه فوت کرده، این یه مدار میتونه مطرح باشه. به اضافه اینکه خب مجموعه امکانات در واقع میتونه تکنیکی میتونه کمک بکنه در این ارتباط که افرادی رو بشه بیشتر از اونچه ترس نشون بدن. خب به هر حال بخشی از جامعه با این حکومت هست، حالا 3%، 5%، 10% به درجات مختلف، به توی شهری که چند میلیونیه مثل تبریز، و خب طبیعیه که در این مقاطع تمام شهرها و روستاهای مختلف چه پیرامون اونها بسیج میکنن و افراد رو میفرستن، چه در رابطه با تهران باشه که حالا قاعدتا تشییع اصلی در تهران صورت میگیره و به خاک سپاری در اونجا صورت میگیره، به هر حال سعی میکنن که افراد بیشتر، اینو مهمترین حرکتی که میخوان بکنن و از این
در واقع سرمایه بیاندازن اینه که این تشکیل با شکوه برگزار بشه. بنابراین خب این دور از تصور نیست. در با خمینی هم مشاهده بودیم که در این حال که خب مثل این بار که در خارج کشور شیرینی پخش میکردن یعنی من مردم شادی میکردن، یا تو داخل کشورم خب در جاهای چنین صورت گرفته، خب تعداد زیادی در تشییع جنازه رو شرکت کردن، چنان که خب به هر حال جسد او رو با همین سیستمی که شما میفرمایید تبرک و غیره از ذرات یا بخشهای از کفن او رو کندن و خب او با در واقع بنان نیمه لخت به خاک سپرده شد. بنابراین این نوع هیستری های عمومی در کشور ما سابقه داره، هم در رابطه با خمینی دیدیم، هم در رابطه با سلیمانی دیدیم، و حالا قاعدتا به درجاتی در رابطه با رئیسی و یارانش خواهیم دید، حالا بخشن دیدیم خواهیم دید. ولی به هر حال در اصل قضیه تغییر اساسی به وجود نمیاره. افرادی هستن که در هر حال به این درجه از خرافات آلوده هستن، ولی که خب اون تعیین کننده اون روحی عمومی مردم هستش که نشان خواهد داد که کارنامه او به خصوص در قوه قضاییه و چه در این چند سال آخر در ریاست جمهوری چه بوده. و خب طبیعیه که این اتفاقات سالهای گذشته، آخرین سالهای که بعد در مقام بالاترین قوه بالاترین نیروی قوه اجرایی هم خیلی دلپسند مردم نبود. آقای نایب هاشم، مسئله اینه که برخی آقای عبداللهیان رو از نظر یعنی فقدان آقای عبداللهیان رو بیشتر به ضرر یا به اصطلاح نوعی آسیب میدونن برای جمهوری اسلامی تا حالا شخص آقای رئیسی. ولی آقای رئیسی هم از زمانی که به حال به قدرت رسیدن به عبارتی با کشورهای همجوار همسایه و اینا روابط ایران رو خیلی بازسازی کردن نسبت به قبل از دوره ایشون. آیا فکر میکنید که الان با فوت ایشون و خصوصا آقای عبداللهیان چقدر میتونه دوباره روابط خارجی و روابط بین المللی ایران با کشورهای همسایه خصوصا دچار مشکل بشه؟ بفهم. خب امیر عبداللهیان اگر انگلیسیش خوب نبود همچنان که دیدیم، عربیش ظاهرا بهتر از این بوده و با کشورهای عربی به خصوص رابطه نزدیکتری داره. در حال سیاست جمهوری اسلامی در سال اخیر نه سیاست رئیسی و عبداللهیان بلکه سیاست خامنه این هستش که با کشورهای حالا همسایه به خصوص در این تو عقب نشینی معینی به خصوص این اواخر داشته در رابطه با سوریه و حالا به درجات کمتر یمن، ولی کن خب روابط بهبود ببخش با دیگر کشورهای عربی مثل امارات عربی متحده با عربستان سعودی. در حال اینها این تلاش رو میشه که خامنه ای داشته و خب طبیعی که رئیسی از او حمایت میکرده و امیر عبداللهی هم بیشتر کارگزار این سیاست بوده به خاطر این توانایی های که معینی که کسب کرده بوده در دوران فعالیتش در وزارت خارجه. و خب به هر حال این قطعا خب این لطمه ای برای مجموعه سیاست خارجی یا سیاست مدارانی در این درون وزارت خارجه و خود دستگاه دولتی جمهوری اسلامی هست. برای که واقعیت اینه که اینها هم افراد برجسته‌ای در واقع نبودند. در میان این همه افراد کارشناس که ما در جامعه خودمون داریم، از جمله در وزارت خارجه و دیپلمات هایی هستش که خب تحصیلات درستی رو در واقع دارن و هر از گاهی هم دیده میشه که بعضی از اونها به این کشور یا اون کشور پناهنده میشن و به هر حال از اون سیستم میبرن. خیلی از استعدادها وجود دارن که این استعدادها در واقع عملا خفته باقی مونده و جا باز شده برای مثلا پس من آقای باقری کنی که تا چند سال پیش هیچ کس برای او تره خورد نمیکرد و حالا اونجا شده که در واقع سرپرستی وزارت خارجه شده. آدم در واقع میشه گفت ناآگاهی که صرفا سود میبره از اینکه قحط و رجالی که در حالا از جمله در دستگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی به هر حال قطعا تاثیر معینی داره، ولی این تاثیر به نظر من تاثیرگذار نیست و میدونیم که سیاست جمهوری اسلامی اینه که سرکوب هر چه بیشتر در داخل کشور داشته باشه و عقب نشینی های معینی
در منطقه و حتی در جهان، ولی بیشتر در منطقه. و خب میبینیم دیگه در این استکاک یا در این در واقع جنگ سرد یا مدت گرم شده بین ایران و اسرائیل پیش اومد، هر دو طرف سعی کردن که خویشتنداری معینی رو داشته باشن. خب این البته توصیه کلیه همه جهانیان از جمله همه اعضای دائمی شورای امنیت بود که هر دو طرف این خویشتنداری رو داشته باشن، ولیکن به هر حال خود اونها هم به این رسیدن که اگر خویشتنداری نداشته باشن، خب در مورد ایران حداقل شیرازه کشور از هم پاشیده میشه، از هم گسیخته میشه و خب کلی نظامشون در خطره. و این رو در این حد درک میکنن و اون کارشناسای مربوط به خامنه ای انتقال دادن به گزارش. آقای دکتر، فکر میکنید که الان با به هر حال این شرایطی که آقای رئیسی و همراهان کشته شدن، حالا یا سقوط عمدی بوده یا غیر عمدی، و هر حال شک و شبهه‌های زیادی تو پیرامون این مسئله هست. حتی بعضی ها میگن اینها موقعی که هلیکوپتر فرود سخت کرده بوده، نشسته ولی سخت نشسته، چون هیچ وقت سقوط نگفتن. اینها حتی زنده بودن ولی بعدن اینا رو احتمال داره کشتن، یعنی تو یه جای خیلی به صلاح بیدار و پیکری مجبور کردن سقوط فرود بیاد هلیکوپتر خاطر مسئله تکنیکی، یعنی چیزه یه کالتی به صلاح یه سری شایعاتی که هست، و بعدن اینا رو کشتن یا اگر زخمی بودن اینا رو کشتن. واسه همین بوده که مسئله پیدا کردن اینها خیلی ساعت زمان بر بوده، یا جمهوری اسلامی خواسته اینطوری نشون بده که عاجز از پیدا کردن این مسائل ردیابی هلیکوپتر. ولی همه این شایعات، حالا چه درست چه غلط، چیزاییه که میدونید به هر حال کانسپیرسی، یه چیزیه که خیلی چیزیه که وقتی یه اتفاق میفته از آمریکا گرفته تا ایران و آفریقا، مردم به هر حال یک سری شایعاتی رو بنا به اون داده های روحی و فکریشون و مسائل سیاسی و اجتماعی اطرافشون میسازن. این مسائل در 50 روز آینده چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در احتمالاً آشوب‌های خیابونی، اختلاف سلیقه ها در بین مردم، و یا حتی انتخاباتی که پیش رو باید داشته باشیم بعد از 50 روز، چون این دولت، رئیس این دولت آقای مخبر به نمایندگی که نشسته برای 50 روزه، حالا 49 روز، حالا یه روزش هم گذشت، ایشون باید ایران باید به یه انتخابات بره. فکر میکنید واقعا این رو شاید بسیاری فرصت بدونن برای تصفیه حسابای خودشون توی کف خیابون، یا اتفاقاتی میتونه بیفته که به هر حال شرایط رو برای حکومت سخت بکنه داخل ایران؟ بله، به نظر من خب به هر حال حالا تا چه حد بتونه سخت بکنه و تا چه حد بتونن اینا مدیریت بکنن خب باید دید. ولی خب رئیسی و امیر عبداللهیان بعد از تشییع جنازه میشه گفت تقریبا فراموش خواهند شد، و حالا چه میدونم، به هر حال سوم و هفتم و چهلم هم هست، حالا یه مدار سعی میکنن که روزها رو بزرگ بدارن. ولی کن اصل قضیه اینه که چگونه مدیریت به زن خودشون بکنن که رئیس جمهوری رو برای 4 سال تعیین بکنن تو این دوران آشفته ای که هست، و حالا چه سیاستی رو داشته باشن در این رابطه، هم تا شهر در واقع فرد نزدیک به خامنه ای رو بتونن پیدا بکنن و معرفی بکنن. اینو باید عملا دید. به هر حال ببخشید آقای دکتر، همین آقای مخبر به عبارتی خیلی به هر حال به حکومت نزدیکه، به بیت رهبری، و به هر حال از سپاه پاسداران هم نزدیکه. چند درصد فکر می‌کنید خود ایشون رو اصلا بذارن رئیس جمهور شه؟ میتونه خود ایشون یکی از کاندیداها باشه، مخبر باشه، ولی الان حداقل الان وقتی رئیس جدید مجلس تعیین بشه قالیباف مطرح است، مخبر و قالیباف به یه اشکالی رقیب یکدیگر هستن، چون میدونید که الان تو مجلس کنونی نیروی جبهه پایداری در مقابل نیروهای هوادار قالیباف هستن، و حالا خود این یک چالشی هستش که رئیس مجلس بعدی که ظرف چند روز آینده باید تعیین بشه مشخص بشه. بنابراین در این رابطه هم حتی مسئله خواهند داشت، و بنابراین خب این دو نفر حالا شاید کاندید معینی داشته باشن، یا برای کسان دیگه‌ای که خامنه‌ای به اونا فکر میکنه که میتونن در اونها رو. آقای رضایی فکر میکنید بیاد دوباره توی تصویر؟
آقای رضایی بر حال برای اینکه جنس جور باشه همیشه هست، یعنی یه موقع هایی بود آقای زوارعی بود، این آقای اسکرولادی بود، آقای شیبانی بود، حالا آقای رضایی. آقای رضایی قاعدتا دوباره کاندید خواهد شد، عادت داره کاندید بشه، آقای طبیعیه که محبوب هیچ کس نیست. بقیه هم نه اینکه محبوب هستند، ولی حداقل محبوب بیت رهبری ممکنه باشن. به هر حال رضایی مهره سوخته است از نظر من و از نظر خیلی، ولی در حال اینکه بعید نیست دوباره بیاد کاندید بشه و به عنوان مثلا اقتصاددانی که نمرش بالا بوده ظاهرا ادعا میکنه مطرح بشه و خودش رو بخواد مطرح کنه، ولی به هر حال اصل قضیه این نیست. خب اینا نیاز دارن که چند نفری رو به عنوان کاندیدا داشته باشن و خب این تعداد کاندیداها این بار خب قاعدتا خیلی زیاد هم نخواهد بود، این خب میخوان اونو مدیریت بکنن. خیلی شبیه شرایطی که خب رجایی کشته شد، آخر رجایی با هنر کشته شده بودن که خلاصه رئیس جمهور و نخست وزیر با هم، حالا از اون رئیس جمهور و وزیر خارجه تا حد این شباهت داره با اون موقع، بنابراین خب سعی میکنن که به اون شکل برنامه‌ریزی بکنن با تعداد کمی که اون موقع مثلا فرض کن آقای شیروانی گفته بود خود من به خامنه‌ای رأی میدم به عنوان رئیس جمهور، یکی از کاندیدا خودش به خودش نمیخواست رأی بده، بنابراین با این شکل نمایشی تر از همیشه، فرمایشی تر از همیشه سعی میکنن که این انتخابات رو هر چه زودتر، چون زمان هم کم دارن دیگه، فرصت این که مانور بدن خیلی ندارن، واسه همین سعی میکنن خیلی جمع و جور یه انتخاباتی رو برگزار کنن و مهره آقای خامنه‌ای که حالا مشخص خواهد شد چه کسی خواهد بود اونجا مطرح بشه قطعا رضایی نیست به احتمال قوی، خلاصه چه بسا مخبر و قالیباف هر دو نباشن، چون خیلی بیش از اون با هم درگیر شدن، مگه اینکه الان نشون بدن که چند سه نفری که هستن همراه با اژه‌ای مثلا فرض کن با هم دیگه خیلی متحد شدن یا همچین حالتی که، ولی خب بعیده که یکیشون به نفع اونیکی به راحتی کنار بیاد، بنابراین یه مهره دیگه ای قاعدتا باید خامنه ای. شما فکر میکنید چه کسی؟ چه کسی رو فکر از امام جمعه هایی که مثلا شمشا مثلا خاتمی چیز یه خاتمی دارن محمد خاتمی یه کسی دیگه از مجلس خبرگان که خب برقال الان تون جزء مجلس خبرگان حتی اقل باشه، چون میدونید با همین اتفاق هم امام جمعه تبریز که عضو مجلس خبرگان بود هم رئیسی دیگه عضو مجلس خبرگان نیستن، امروز 76 نفر بودن به جای 78 نفر وقتی اولین جلسه رو تشکیل دادن، رئیسش رو تعیین کردن قاعدتا و تو اون روحانی رو راه ندادن، اما هاشمی شاهرودی هم راه ندادن، بنابراین خلاصه قاعدتا یه کسی الان نمیدونیم، الان ما که هیچ نمیتونیم مغز خامنه‌ای نیستیم که چی میاندیشه و خلاصه چه مهرهایی رو چجوری با این چون صفحه شطرنج میخواد با مهرهاش بازی کنه، کدوم جلوتر بذاره کدوم عقب‌تر بذاره. شما فهم کنید از اصلاح طلبا که به هر حال مجبورن یکی دو تا کاندید بذارن حتی ولو نمایشی. نه لزومی که نمیدن، ما در دوره های قبلی هم خب اصلاح طلب نداشتیم، در واقع اصلاح طلب نداشتیم، ولی معتدل بستگی داره که کسی کاندید خودش بکنه، ولی خب اونا به روحیه‌شون ندارن و خب آخرین بارم که رئیس وقت بانک مرکزی خودش کاندید کرد خب اقبالی نداشت، بنابراین تو این مجموعه خود اونها تو این مجموعه، حالا ممکنه همونجوری که شما می‌فرمایید در که در روز 20 روز آینده ما تحولاتی رو شاهد باشیم که اصلاح طلبان هم مثلا جسارت رو بکنن که بیان کاندید بشن، یا مثلا از اعتدالیون از کسانی که مثلا روحانی هستن، یا حتی چه بسا روحانی بوده، روحانی دو دور بوده، خب یه دور نبوده میتونه دوباره کاندید بشه، احمد نژاد میتونه دوباره کاندید بشه، ولی خب اینا از نظر خامنه ای نهرهای سوختن خامنه، اینا کاندید خامنه ای نیستن، اگر کسی باشه که اونقدر جرأت بکنه یعنی در مقابل خامنه ای علنا آشکارا بیسته، در مقابل سپاه علنا آشکارا بیسته و خب رد صلاحیت هم مثلا نشه، بنابراین ممکنه که با اقبال حتی مردمی هم مواجه بشه، ولی این احتمال خیلی احتمال نادری، یعنی در حال جمهوری اسلامی از حد رقابتی بودن انتخابات هاش هم گذشته، از اون اول تا اون آخرش کدوم آزاد و منصفانه نبوده، بعضی از این انتخابات ها به درجاتی رقابتی بودن، ولی حالا دیگه امر رقابتی بودن اونها مطرح نیست، این که در واقع به عنوان یه نمایش دیگه کاملا رسوا
خامنه ای اینا رو از سر بگذرونه، ولی خب به هر حال از اینجایی که خودشون محکوم به آقای دکتر، من یه سوالی دارم، وقتمونم خیلی کمه، میخوام راجع به این مسئله سوال کنم. وقتی که خمینی مرد، به هر حال رهبر ایران بود، ولایت در رأس ولایت، یعنی ولایت فقیه بود و اینا، نه ولایت فقیه نبود، رهبر بود. آقای رفسنجانی از آقای خامنه ای که یک حجت الاسلام بود، یهو آیت الله عظمی خامنه ای درست کردن و به هر حال به جای رهبری نشوندن. ولی از اگر بخوایم بگیم که از پدر به پسر میرسه، خب به پسر آقای خان خمینی، به احمد خمینی یا فلان نرسید این حساب پست رهبری، با اینکه شاید اونا خیلی محبوبتر بودن حتی در زمانش در بین مردم. مثلا حالا چطوری شده که خامنه ای جدال زیادی هستش که الا که بعد مجتبی خامنه ای بیاد پست رهبری رو بعد از پدرش به عهده بگیره، و این بر چه مبناییه؟ از پدر به پسر که رهبری نمیرسه که، چرا باید ایشون اصلا اینقدر مطرح بشه توی مسئله رهبری؟ و آیا واقعا واجد شرایط هست ایشون برای مقام رهبر شدن؟ بفرمایید. خب اولا که خب خود خامنه‌ای گفته، حالا من گفتم که چنین نباشه، ولی خب در حال این دو تعارفه زمان خب خمینی خب ولایت فقیه بود، یعنی توی قانون اساسی اون موقع ولایت مطلقه فقیه هنوز نبودن، داشتن قانون اساسی رو تغییر میدادن و قانون اساسی رو مصوبه 1368 رو در واقع داشتن تثبیت میکردن. خب از اون نظر اون موقع خامنه‌ای به هیچ وجه این شرایط رو نداشت و حجت الاسلام هم یهو آیت الله عظما نکردن، اول کردن که آیت الله یه شب آیت الله حجت الاسلام شد آیت الله، بعد از یه مدتی دیگه جرأت کردن، مثلا بعد دقیقه شو الان میشه در آورد، ولی بعد از چندین سال، بعد میشه گفت میشه 10 سال از یه مقطعی که دیگه یه سری از آیت الله عظماها فوت کردن، خامنه‌ای هم گفتن یکی از اون افراد آیت الله عظماست دیگه بعد از سالها، بنابراین هیچ شرایطش رو نداشت. خاطر همین هم میگفت باید خون گریست که برای این جامعه که من رو بخواد به عنوان رهبر قبول کنه. در حال بحث سر این بودش که رهبر باید فقیه باشه و به طور مشخص خامنه‌ای فقیه نبود و از این نظر در واقع مشکل داشتن، ولی تو قانون اساسی جوری اصلاح کردن که حالا رهبر مجتبی اینجا چی کار است؟ من اونو رهبر ولی به طور کلی وقتی که چیز هست، خب ما میدونیم که احمد خمینی هم نزدیکترین فرد بود به خامنه‌ای، به هر حال دیکتاتورها نزدیکترین فرد افراد بهشون همیشه فرزندانشون هستن یا نزدیکترین دامادشون هستن، نزدیکترین بستگانشون هستن. الان در مورد چچن پسر 17 سالش رو ممکنه که این دیکتاتور چچن که حالش چند بعده ممکنه که او رو معرفی بکنن به عنوان در واقع رهبر بعدی چچن 17 سالش، یعنی در حال دیکتاتورها میرن به سمت سیستمی که موروثی باشه، وقتی که مثلا بشار اسد جای حافظ اسد میشینه، مرحله به مرحله فرزند به نوش میرسه جاش به حال در کشورهای دیگه هم کم و بیش. این منظور شما اینه که امپراتوری که به اصطلاح خمینی نتونست به بچه هاش بذاره، آقای خامنه ای همینجوری هوایی دستش رسید، ایشون به پسرشو بلکه نه به نتیجهش میخواد بزنه، درسته؟ ولی دیگه فرصت بیشتری داشته برای این کار دیگه. ما وقتی همین موضوع رو چند سال پیش بررسی میکردیم که رهبر آتی چه کسی میتونه باشه، خب صحبت از رفسنجانی بود، هنوز نکشته بود در اینجا، هنوز نمورده بود هر چی. منظور شما اینه که تمام کسانی که واجد شرایط بودن و از بین رفتن، واسه همینه که جا باز شده واسه کسانی که یا بازتر شده دیگه، بازتر شده. حالا آیا مثلا چه میدونم یه صحنه رو یا یه تصویر رو چند روز پیش، چند هفته پیش مثلا تفسیر میکردم که حسن خمینی مثلا جلو نشسته، آقا مجتبی اون تر نشسته، لابد مثلا نظر خامنه‌ای به مثلا حسن خمینی بیشتر هست تا پسر خودش. برحال اینا در واقع یه سری به قول شما تحلیل های مدار در واقع سطح پایینی که افراد دارن. برحال طبیعه که دیکتاتور کسی مورد اعتمادشه که بیش از همه باهاش محشور باشه، بیش از همه باهاش نزدیک باشه دیگه. خب اون قاعدتا افراد خانوادهش هستن دیگه و به مرور در واقع این پیوند ایجاد میشه دیگه. بنابراین
یک مثلا فرزند یه دیکتاتور در هر حال، حالا هر چقدر ممکنه متفاوت باشه با پدرش، بالاخره پدرش رو دوست داره دیگه. ما می‌بینیم که مثلا فرض کن نوع رابطه آقای مهدی خزعلی با پدرش رو شما می‌تونید مثلا در گفته‌هاش ببینید دیگه، یا حتی خانم فائزه هاشمی با پدرش رفسنجانی. بنابراین نوع رابطه خانوادگی رابطه‌ای که خب یه مقدار قوی‌تر از رابطه معمولی دو شخصه. بنابراین خب قاعدتا نزدیکترین آدم به خامنه‌ای فرزندشه، نه کسای دیگه. بالاخره اونم نظر آدم بدبین و زنین و شکاکی مثل خامنه‌ای که اصلا مبتلا به بیماری پارانوئید هست. فکر میکنید واقعا پیش بینی میکنید که در 50 روز آینده آیا فکر میکنید واقعا ایران میتونه آبستن حوادث باشه که منجر بشه به واقعا اعتراضات جدی خیابونی و اینا؟ فکر میکنید یه همچین اتفاقی میفته؟ 100% که نمیشه گذاشت گفت آره، چون از اونجایی که ما به هر حال میدونید دیگه، از جدا از اینکه رئیسی فوت میکرد کشته میشد یا هر چیزی یا ساقط میشد یا نه، به هر حال همیشه ما منتظر موج دوم این خیزش بودیم و هستیم. به خاطر همینه که متأسفانه الان 604 روز خودشه، 604 روز شوخی نیست، در مقابل مقر سازمان ملل متحد اونجا بست نشستیم، برای اینکه معتقدیم مطمئنیم در واقع که این موج دوم فرا میرسه. این موج دوم تو این 40 و چند روز اتفاق میفته یا بعد از اون اتفاق میفته خب باید دید، ولی این 40 و چند روز هم موقعیت خوبیه برای اینکه همچین اتفاقی بیفته، برای اینکه هیچ چیزی در جمهوری اسلامی بهتر نشده. یعنی اگر که یه حکومتی مثلا دست به رفرم های معینی میزد و مردم رو یک کمی راضی میشدن، بنابراین خب میشه گفت شرایط مثلا یه مقدار پتانسیل اعتراضی کم شده، ولی پتانسیل اعتراضی کم که نشده، بیشتر شده. سرکوب رو سعی کردن بیشتر بکنن، الان دوره سرکوب نیست، الان دوره ای که باید در واقع دوباره به خاطر انتخابات، حالا انتخابات ریاست جمهوری از یه نظر مهمتر از انتخابات اخیره که هم مجلس بود هم خبرگان بود، برای اینکه خب ریاست جمهوری نقش، درسته که نفر اول نیست، ولی نقش معین داره در اداره جامعه. یه بریک کوتاه رفتیم برگشتیم برحال به در این بخش میخواییم به مسئله واکنش آقای نتانیاهو از یه طرف و حماس از یه طرف به درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور قرار بازداشت نتانیاهو و یا رهبر حماس اشاره کنیم. نتانیاهو گفته که این به اصطلاح درخواست نمیبایست به اسرائیل دموکراتیک، به اصطلاح در مورد اسرائیل دموکراتیک انجام میشد. ایشون این دادگاه باید به کسانی این حکم رو صادر میکرد که عاملان قتل عام هستند. و از یه طرف دیگه نخست وزیر اسرائیل که به هر حال این خشم رو اعلام کرده، آقای بایدن هم گفته که، یعنی در یک هم گفت جملاتی مشابه، که دیوان به صلاح این دیوان بین‌المللی نمیتونه هیچ قیاسی ما بین اسرائیل و حماس بکنه و این اصلا قابل تصور نیست و هیچ گونه نسل‌کشی رو آقای بایدن دوباره تکرار کرده که اسرائیل مرتکب نشده، ولی خب شواهد هست که در مقابل به هر حال اتفاقاتی که در 7 اکتبر افتاده، به اصطلاح بازتابی که یا واکنشی که اسرائیل نشان داده از حد و حساب گذشته و تقریبا میگم غزه رو یه مده که شخم بزنه. اونه که از این طرف دیگه ما میبینیم که آقای واصل ابو یوسف که عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطینی یا همون صاف است، با دفاع از حق فلسطینی ها برای دفاع از خودشون گفته دیوان کیفری بین‌المللی موظف به حکم بازداشت مقامات اسرائیلی رو که دست به نسل‌کشی در نوار غزه زدن صادر کنه. حالا مسئله اینجاست که واقعا هم فلسطینی‌ها محقن، چون اسرائیل به هر حال یک قاصبه، یعنی که این کشور رو غصب کرده، و
از یه طرف دیگه آقای بنی گانتس هم که از وزرای کابینه جنگی اسرائیلیه گفته که مقایسه اسرائیل و حماس تحریف عمیق عدالت و ورشکستگی اخلاقی آشکاره. آیا واقعا انگشت اتهام به طرف اسرائیل گرفتن ورشکستگی اخلاقی آشکار دنیاست و یا همسو بودن و سکوت کردن در مقابل اسرائیل یه همچین ورشکستگی؟ بفهمید. خب به هر حال خب میدونید که ما دو تا دادگاه داریم در لایحه، یکی دادگاه بین المللی دادگستری و یکی دادگاه بین المللی جنایی. و دادگاه بین المللی دادگستری خود در ارتباط با شکست و در ارتباط با شکایت کشورها از همدیگه هستش. خب ببینید آفریقای جنوبی از اسرائیل شکایت کرده به خاطر عدول از کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نژادی و در اون از اون زاویه متهم کرده رو زمسی نسل کشی اسرائیل رو و خب اون روند ادامه داره. خب این در واقع دادگاهی که خب ده ها سال عمر داره و خب دادگاه بین المللی قضایی عمر کمتری داره و اون دادگاه بین المللی دادگستری میشه گفت تمام کشورهای دنیا در واقع عضو اون هستند، در حالی که دادگاه بین المللی قضایی همه کشورها عضو اون نیستند، دو سوم کشورهای دنیا عضو هستند. طبیعی که بازپرس اون خب این یا دادستان اون این اجازه رو دارن که به حال در رابطه با مسئولین کشورها هم بخوان که در واقع اونها معرفی بشن به دادگاه، از جمله در مورد پوتین این کار کردن، از جمله قبلا در مورد رئیس وقت کشور سودان این کار کردن، در مورد رئیس جمهور کنیا این کار کردن و به هر حال یه همچین اقدامی رو میتونه انجام بده و خب انجام داده. و ولیکن خب اون روند از روند دادگستری هم به شدت پیچیده تر هست، برای اینکه نه اسرائیل اساسا که خب سازمان آزادی بخش فلسطین و کشور فلسطین هنوز در واقع به رسمیت شناخته نشده به عنوان یک عضو سازمان ملل، از مجمع عمومی اخیرا به این رأی داده، ولیکن شورای امنیت خب آمریکا اونجا صاحب حق وتو هست رأی نداده و تا وقتی شورای امنیت رأی نده حتی این بحث دو کشور هم به پایان رسیده نیست و تازه باید بعد از اون قبل از اینکه فرمودید مقام فلسطینی همچنین موضوع رو مطرح کرده خود فلسطین باید عضو دادگاه بین المللی قضایی یا جنایی بشه. نشده مثلا نیست، کشور نیست که بشه، حالا حماس به طریق اولاشون، حماس هم در واقع نمیشه گفتش که کاملا با سازمان آزادی بخش فلسطین به رسمیت شناخته میشن، افرادش به عنوان نمایندگان فلسطین در سازمان ملل به عنوان عضو ناظر با اونها در واقع شما فکر میکنید آقای دکتر که از همین پیچیدگی های الفاظ حقوقی و به اصطلاح قوانینی که درست کردن که کی عضو هست، کی کشور داره، اصلا کشوری به اسم فلسطین بوده، اینا برداشتن که این کشور رو ساقط کردن، تیکتیکی کردن و حالا بر مبنای همین به اصطلاح مسائل دست و پاگیر رسما حقوق فلسطینی ها داره نادیده گرفته میشه به خاطر این پیچیدگی هایی که شما دارید بهش اشاره میکنید. حتی خب کشور فلسطین حالا از نظر تاریخی میتونه وجود داشته باشه، ولی بحثی که ما داریم از زمانی که جامعه ملل تشکیل شده یا در بدن سازمان ملل تشکیل شده، یعنی جنگ جهانی اول، فرق نمیکنه بعد از جنگ جهانی دوم با اهدافی که اسرائیل و یا اصولا یهودی ها داشتن، این مراکز رو بعد از جنگ جهانی دوم درست کردن. خب بعد از اونم به قول فرمایش شما فلسطین رو دیگه ناکدان کرده بودن دیگه. بله یعنی قبل از اون اصلا دوران استعمار بوده دیگه، یعنی در حال فرانسه انگلیس در این منطقه حضور جدی داشتن و خب به هر حال یعنی تو تعاملات بوده، خود در اسرائیل هم حتی جنگ بوده بر ضد در واقع نگاه امپریالیستی. و به هر حال یعنی منظورم اینه که ما تو دورانی داریم صحبت میکنیم که ابتدا جامعه ملل و بعدن سازمان ملل تشکیل شده، بنابراین بر اون مبنا همه چی هست، نه بر مبنای تاریخی که از چه زمانی تا چه زمانی مثلا جای حکومت یهود بوده، از چه زمانی تا چه زمانی اعراب فلسطین بوده. به هر حال این در واقع دوران جدیده، تاریخ معاصر و تاریخ جدید. و تو این تاریخ معاصر و تاریخ جدید
همونطور که شما میفرمایید یهودیانی که اونجا دولت اسرائیل رو تشکیل شدن و اسرائیل هم سازمان ملل به رسمیت شنا، خب شاهد بودیم که به خصوص بعد از سال 1367 تا کنون سازمان ملل این اشغال رو، اشغال کردن غربی و نوار غزه رو به رسمیت نشناخته. قبلا هم که خب میدونیم مثلا در واقع کرانه غربی جزی از اردن به حساب میشه، از یه زمانی اردن صرف نظر کرد از اینکه کرانه غربی جزی از اون باشه. و خب نوار غزه هم به هر حال در رابطه با مصر چون نزدیکی هایی داشته، به هر حال یه مجموعه مسائل تاریخی در رابطه با این موضوع هست. بعد از اون مطرح شده دو دولت که این دو دولت هنوز به وجود نیومده. حالا من این بحث رو داشتم از یه جای دیگه بهش میزنم، الان نمیخوام بحث تاریخی قضیه رو بکنیم، ولی به هر حال منظور اینه که اگه ما به مسائل اخلاقی و حق و حقوقی که حالا امروز هست بپردازیم، آقای نتانیاهو گفته که اسرائیل حتی در حوزه صلاحیتی قضایی این دادگاه هم قرار نمیگیره و دارای یک سیستم حقوقی مستقله که به شدت همه موارد نقض قانون رو بررسی میکنه. این یعنی چی هست؟ یعنی آقای نتانیاهو چی میخواد بگه؟ یعنی ما خودمون قانونیم و خودمون رسیدگی میکنیم و میبینیم که به هیچ وجه قانون شکنی نکردیم. از یه طرف دیگه هم گفته که این اولین باریه که کشوری دموکراتیک که بر اساس قوانین جنگ برای بقای خودش میجنگه خودش متهم به جنایت جنگی میشه. حالا کسی که اشغال کرده یک کشوری رو و برای بقای خودش در یک کشور اشغالی میخواد بجنگه، میگه که نباید متهم به جنایت جنگی بشه. این یعنی چی واقعا؟ کدوم کتاب قانون این جملات رو میتونه بپذیره و نخنده واقعا به سیستم حقوقی که آقای نتانیاهو و یا آقای بایدن خودشون رو ورای قانون میدونه، همون قانونایی که خودشون نوشتن؟ بله، به هر حال روحیه مقامات اسرائیل رو ما میدونیم. موقعی که در مجمع عمومی در تصمیم گرفته شد که اسرائیل کشور، این که فلسطین یک کشوری که عضو در واقع برابر حقوق با دیگر کشورها باشه و صرفا کشور ناظر نباشه، ما دیدیم که نماینده اسرائیل اونجا گفت باید شرم بکنید از این موضوع. به مجمع عمومی که شامل همه اعضای کشورهای مختلف باشه شرم بکنید و چرخ کرد منشور سازمان ملل متحد بشه. منشور سازمان ملل که بر اون مبنا اسرائیل هم یکی در واقع اعضای سازمان ملل هست، چرخ کرد و گفت شما این رو به رسمیت نشناختید و غیره و غیره. بنابراین این روحیه هست. و خب میدونید مثلا فرض کن سازمان دولت یکی از مهمترین سازمان های دولتی نزدیک به اسرائیل اصلا کل سازمان ملل رو قبول نداره، اسمش از UN Watch، یعنی کنترل یا دیدبان سازمان ملل، یعنی سازمان ملل رو میخوان کنترل کنه. این سازمان ملل رو اولا به رسمیت نمیشناسن، به آلت دست کشورها دیکتاتورها میدونن، نه اینکه تمام کشورهای دنیا. به هر حال این در روحیه اسرائیل هست. و در رابطه انسانی که گفته، خب ما مدافعان حقوق بشر از زاویه خب برخوردی که ارگانهای حقوق بشری حالا چه بین المللی چه انجیو ها دارن صحبت میکنیم. این واقعیتی که حالا هم گفتی تاریخ گذشته رو بذاریم کنار، در 7 ماه گذشته حماس جنایت جنگی مرتکب، حمله به یه منطقه کرده و آدم های زن و بچه افراد عادی که های کنسرت شرکت داشتن. ببخشید آقای دکتر، یعنی 7 ماه از کشتار اسرائیل گذشته، شما هنوز از 7 اکتبر یعنی گذر نکردید؟ شما که فعال حقوق بشری هستید هنوز یعنی میگید چون یه دونه تلنگر خورده مثلا به اسرائیل حق داره اینطوری درو بکنه؟ من ازش نه حرف تمام بشه که شما وسط بله. بنابراین ما میبینیم که در مقابل این جنایت جنگی حماس، اسرائیل جنایت جنگی بزرگتر مرتکب میشه، ده ها برابر بیشتر. و شاهد این هستیم که الان صحبت سر اینه که 35,000 تا کشته دادن که 40%شون در واقع زن و بچه هستن، و علاوه بر این کشته ها که 35,000 تا هستن، حدود 7,000 ناپدید شدن. این ناپدید شده ها اینه که جسدشون پیدا نشده، نه اینکه رفتن مثلا مهاجرت کردن. بله، زیر آوار هستن خیلی هاشون اصلا. بله، نه همشون تقریبا، یعنی اونا همشون تقریبا. بنابراین شما میبینید در ازای حدود 1400 نفر در واقع 40,000 نفر کشته شدن، چندین برابر هست. به این اعتبار آقای نتانیاهو یا
همه این مقامات جمهوری، مقامات اسرائیل، اینها موسوی هم نیستن، چون موسی گفته بود یک چشم در مقابل یک چشم، اینم حقوق بشری امروزه برای ما نیست، دندان در مقابل دندان، ولی اینا 30-40 تا دندان در مقابل یک دندان، یا 30-40 تا چشم در مقابل یک چشم در آوردن. بنابراین در مقابل جنایت جنگی حماس، اسرائیل جنایت جنگی به مراتب بیشتر مرتکب شده که میتونه دامن بزنه به ژنوسید یا مرگ باشه. بنابراین این موضع مدافعان حقوق بشر هست، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله در واقع مصوبات گزارشگرهای ویژه سازمان ملل و ما مدافعان حقوق بشری که در انجام‌های مختلف فعال هستیم. بنابراین این موضوع هست، ولی اون موضوعی که هستش اینه که در واقع اسرائیل رو موقعی، آقای نتانیاهو رو موقعی میشه به محاکمه کشون، یا اسرائیل قبول داشته باشه که در واقع عضو این دادگاه بشه، یعنی اساسنامه روم رو قبول بکنه، جزء دادگاه بین‌المللی قضایی بشه، و یا اینکه شورای امنیت رأی بده به این کار. شورای امنیت هم که آمریکا همیشه از ویتوش استفاده میکنه. بله دیگه، ما مشکلی که مثلا در مورد ایران داریم که روسیه و چین قاعدتا نمیذارن که آقای خامنه ای رو ما بکشونیم به دادگاه، حالا اگه روندهای اولیه اش هم پیدا بکنیم، چون اون هم همینجوری دیگه، جمهوری اسلامی هم امضا کرده. آقای دکتر فقط صداتون خیلی قطع بس میشه، اگه این میکروفون رو یه مقدار یا بلندتر صحبت کنید، یا یه طوری باشه که این صداتون خوب بیاد. بفرمایید. گفتم که حالا امیدوارم صدا بهتر باشه الان دیگه، من شاید تکون می‌خوردم اینجوری. بله درست. سعی می‌کنم هیجانی صحبت نکنم. به هر حال یعنی وقتی که یعنی ما مشکل داریم در رابطه با ایران، جمهوری اسلامی ایران، که این افرادی که ناقض حقوق بشر هستن به دادگاه بین‌المللی جنایی بکشن، در مورد کشورهای دیگه هم همینطوره. و مثلا آمریکا هم که مثل جمهوری اسلامی ایران امضا کرده بود، امضاش هنوز هست، امضا کرده بود. آقای دکتر، من اینجا یه پرانتز باز کنم. اگر شما منظورتون اینه که چین یا روسیه ویتو میکنن مسائل رو که برای به دادگاه کشیدن سران حکومت، ولی از یه طرف دیگه ما حداقل میبینیم دنیا ایران رو با تحریم فلج کرده. یعنی حتی ببینید دیگه، همین ناوگان هوایی که رئیس جمهور خود این مملکت میره و نمیتونه به اصطلاح برگرده از راهی که رفته، نشان دهنده تزلزلیه که در برای همچین کشور قدرتمندی به وجود آوردن این تحریم ها. ولی ما میبینیم، نه اجازه بدید، ما میبینیم هیچ تحریمی علیه اسرائیل انجام نمیشه که هیچ، همش دارن بهش جایزه میدن و همه علتش هم و توجیه اینطوری میشه که داره از وجود موجودیت خودش دفاع میکنه. اصلا موجودیت اسرائیل در اونجا و پیدایش کشوری به اسم اسرائیل مورد سؤال برای چندین دهه که هی دارن این رو به تعویق میندازن که زمان بخرن، خودشون رو مشمول زمان بکنن موجودیتشون را. مسئله اسرائیل و فلسطین مسئله امروز که نیست، از همون دقیقه پیدایشش و رفتاری که کرد به عنوان میهمان وارد فلسطین شد و چه رفتارهایی که کرد، از همون موقع مورد بحث و جداله. ولی ما میبینیم که هی با زیر قالب فرستادن مسائل و مشکلات و به تعویق انداختن دارن زمان میخرن که خودشون رو تقریبا یه تاریخی برای خودشون درست کنن. به نظر من که یعنی موجودیت خود هم پایه‌های خودشون رو محکم کردن تو این مدت چند دهه، هم یعنی که دیگه با خودشون میگن خب 70 سال ما اینجاییم دیگه. آمریکا مثلا، اروپایی‌ها رفتن آمریکا رو هم غصب کردن، یه 50-60 سال سختی کشیدن، بعد پرچم بیرق خودشون رو زدن اونجا و دولت تشکیل دادن. ما میبینیم که الان بحثایی هستش که بسیاری از یهودی ها میگن خب اگر قصد یک کشوری اشتباهی، خب آمریکا هم قصد شده، آیا باید پسش بدیم به بومی های مثلا سرخپوست های امریکایی؟ خب یعنی یه چیزیه که خب الان خیلی غیر منطقی به نظر برسه. چرا؟ چون چندین سده گذشته از روش، مثلا چند صد سال گذشته، خب اسرائیل هم داره خودش رو مشمول زمان میکنه، موجودیتش رو در منطقه و اشغالی رو که کرده داره مشمول زمان میکنه. و تو این مسئله کشورهای اروپایی و آمریکا خصوصا خیلی کمکش میکنن، ولی این که اسرائیل واقعا خودش رو ورای قانون بدونه و به هر جنایتی، ببینید مسئله فقط 7 اکتبر نیستش که
در مقابل یه سنگی که بارها گزارش شده بود، یه سنگی که یه بچه فلسطینی پرت میکرده به یه سرباز مثلا اسرائیلی، اون با گلوله میزده به بچه. خب چرا اون سنگ انداخت اول، من بعدم با گلوله زدمش؟ آیا واقعا یه همچین توجیهی که دفاع از خودشون اینقدر باید باشه؟ و ما در مورد غزه داریم صحبت میکنیم، کشوری منطقه‌ای که 2.5 میلیون جمعیت اسیرهایی هستن، مثل زندان سرباز اونجا، یعنی زندانی که هر آنی که ارتش اسرائیل خواسته راحت در هر خونه ای رو زده رفته اونجا اتراق کرده. چندین از سرباز اسرائیلی یا کسانی که در آمریکایی یا ملیتهای دیگه بودن، یهودی بودن و در ارتش اسرائیل کار کرد فعالیت داشتن، خودشون گفتن که ما میرفتیم رسما صاحب خونه رو تو یه اتاق یا یه بخشی از خونه زندانی میکردیم و راحت تو خونه اونا واسه خودمون میگشتیم به دلایلی که داشتیم. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه غزه اصلا، یعنی هر کاری که حماس اون 7 اکتبر کرده، یک نوع شاید واقعا انتقامیه که شما حساب بکنید دیگه. این همه مگه میشه یه ملت اینقدر تو فشار باشن؟ و الان هم ما میبینیم که رسما اسرائیل میگه آقا هر کی دلش میسوزه به این فلسطینیا، ما میخوایم بمباران کنیم، اینا رو جمع بکنن ببرن کشور خودشون، کشورهای عربی. یعنی اینا رسما میخوان غزه خالی شه. هدف و پروژه‌ای که برای غزه دارن از نظر سقوط جیشی و یا از نظر ارتباطاتی که میخوان به وجود بیارن با دریای، از مسیر دریایی برای تجارت و اینا، یه پلن دراز مدتیه که دارن از این مسئله استفاده کردن و اصلا پایانی هم نداره. ما میبینیم آقای نتانیاهو رسما میگه ما تا زمانی که بخوایم، یعنی حماس رو ریشه‌کن کنیم، به این کشت و کشتار ادامه میدیم، و اینکه بخوایم بخواد کسی ما رو به چالش بکشه، یعنی اینکه ما رو در مقابل حماس در شرایط ضعیف قرار بده که نتونیم از خودمون دفاع کنیم. آقا خب حماس تو قطر هم هستن دیگه، تو کشورهای عربی الان خیلی از این فلسطینیایی که پخش هستن خودشون حماس‌های آینده میتونن بشن. پس پروژه مسئله از بین بردن حماس نیست، تمیز کردن غزه است و بیرون ریختن تمام این ساکنین غزه است به نظر من. بفرمایید. شما فرمون سوالی هست الان شما دارید؟ نظر شما رو میخوام در این مورد بدونم. من داشتم میگفتم دیگه، خب داشتم میگفتم که به هر حال خب چیزی که هستش اینه که در مورد تحریم ها گفتید، که گفتید جهان این کارو میکنه. نه، این تحریم ها تحریم های جهان نیست، تحریم کشورهای غرب در مورد ایران. یعنی ما یه سری تحریم های سازمان ملل داریم، یه سری تحریم هایی داریم که کشورهای معینی این تحریم ها رو مرتکب شدن. ما داریم در رابطه با زمان برجام که تحریم های سازمان مللی هم داشتیم و داریم، یعنی سری اقدامات رو در رابطه با سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی نمیتونه داشته باشه. چین و روسیه هم به هر حال اونا رو حالا به شکل عمل میکنن، اون تحریم ها رو اونها هم قبول دارن و بهش در واقع سکه گذاشتن. ولی که تحریم هایی که هستش الان تحریم جهانی نیست، تحریم غرب. خب طبیعیه که غربی که با اسرائیل میدونید که تو رای گیری هم که شد در مورد کشور مستقل فلسطین، بسیار از کشور اروپایی رای مثبت دادن، رای برای این دادن که دولت فلسطین از حالت ناظر به دولت رسمی تبدیل بشه، همون دو دولت اجرا بشه. بعضی هم ممتنع دادن، ولی تو اروپا در واقع رای مخالف فکر میکنم ندادن. ولی به هر حال، ولی آمریکا و اسرائیل خب طبعا رای مخالف دادن و نزدیکان اونا گفتن که اسرائیل هم که منظور سازمان ملل رو شرح کرد دیگه. بنابراین این وضعیت در واقع جهانی هست در این ارتباطشون به یه بحث شما در مورد تحریم بود. من داشتم میگفتم که به هر حال تمام مسائل خب ریشه در قبل داره، ولی که تو این دور جدید این 7 ماه رو که بررسی بکنیم، به هر حال قبل از اون شرایط مشخصی بوده، تو این 7 ماه در واقع نظر کارشناسان سازمان ملل اون چیزی که من عرض کردم خدمتتون که در واقع هر دو طرف میشه گفتش که جنایت جنگی مرتکب شدن، به جنایت جنگی اسرائیل ابعادش بیشتره. و من داشتم میگفتم که چه مشکلاتی هست برای اینکه
در دادستان و پاسپورت دادستان ملل جنایی موفق بشه. موفق شدن موقعیه که شورای امنیت در واقع بیاد به نتانیاهو رو فرا بخونه یا برای اجازه بده که در واقع به لاهه بره، و خب این مستلزم اینه که همه یعنی وتو نشه دیگه. خب کما اینکه خب مثلا فرض کنید در مورد حاکم سودان عملا وتو صورت گرفت از سوی دیگر، در مورد کنیا یه حالتی پیش اومد که با اینکه خب کنیا کشوری بودش که عضو امضا کننده اساسنامه روم بود، شرایطی فراهم اومد که نتونه نخواهند او رو ببرند دیگه. کشور آفریقایی گفتن چرا همیشه کشور آفریقایی باید به دادگاه بین‌المللی جنایی فراخونده بشن، اونو احساس این رو میکردن که خدا یه جو تبعیزه. حالا بعد از اون دیگه اینقدر جنایت در آسیان مثلا زیاد شده و خب اگه شرایط مناسبی باشه میشه خامنه ای و بشار اسد و غیره رو کشونده اون دادگاه که دیگه این موضوع این استدلال میتونه کمتر مطرح باشه. ولی خب کشور آفریقایی از کشورهایی هستن که بیش از کشورهای دیگه اساسنامه روم رو تصویب کردن و عضو این مجموعه به حساب میاد. وقتی میگیم دو سومش تو آفریقا خیلی بیشتر از دو سوم کشور آفریقایی. به هر حال منظورم اینه که این من مشکلات اینور رو میگفتم، یعنی در مورد اینکه تاریخ این قضیه به پردازیم ممکن من و شما کاملا هم نظرم باشیم. من داشتم شرایط موجود اینه. در مورد از نظر حقوقی خب سازمان ملل اسرائیل رو زمان معینی به رسمیت شناخت. از زمانی که تجاوز نظامی گسترده صورت گرفته و اشغال شده کرانه غربی و نوار غزه، از در مورد این اشغال همیشه سازمان ملل موضع داشته در تمام این ده سال. و خب به هر حال یعنی اینجوری نیستش که کشور اسرائیل به رسمیت نشناسه، ولی اسرائیل این تصور رو داره که حق داره، تصور خودشونه، تصور این داره که در حق داره در غزه یا در کرانه غربی هر اقدامی رو بکنه و دفاع از خود تلقی میکنه، در حالی که از نظر حقوق بین الملل این دفاع از خود تلقی نمیشه. یعنی حمله بکنن به چی؟ به یک کشور. خب میتونه مثلا بگه من دفاع کردم از خودم در مثلا فرض کن جنوب اسرائیل و خب مثلا اینا حمله کردن من اینا رو مثلا دفع کردم، ولی اینکه به تمام قصد رو نابود بکنه، با خاک یکسان بکنه، مردم رو آواره بکنه، این دفاع از خود از نظر ما مدافعان حقوق بشر به حساب نمیاد. یا گرسنگی بده، شما میبینید نمیذاره حتی مواد غذایی بده. مسئله اینجاست که آقای نایب هاشم، الان تمام دیدگاه بین المللی هر چقدر داره زشتر میشه، یعنی هر چقدر اسرائیل تو این مسئله غزه اصرار به کشت و کشتار و اینا هست و با امکاناتی ارتباطاتی که امروز ما داریم در جهان هست و این اطلاعات خیلی راحت دست به دست میشه و دیگه نمیتونن سانسور اطلاعات کنن و یا اتفاقاتی که تو 70 سال پیش هر چقدر که کشتن و بی سر صدا اشغال کردن و اینا، شاید مردم انقدر دقت نمی کردن چه اتفاقاتی داره می افته. ولی این مسئله غزه هویت حقیقی اسرائیل رو به نظر من خیلی آشکارتر کرد و ما می بینیم الان در تمام گوشه کنار دنیا در کشورهایی که حتی مدعی حقوق و آزادی بیان و اینا هستن چه سرکوبی می کنن از کسانی که طرفدار فلسطین و از مردم غزه دفاع می کنن. ما در آمریکا در کشورهای مختلف خصوصا در آمریکا می بینیم که چه برخورد میکنن و چه به اصطلاح عامیانش بگم نه من غریبه هایی در میارن بعضی از استادای دانشگاه و یا دانشجوها که بله انتیسمیتیک شده و ضد یهود شدن مردم و نمیدونم به ما فلان، یعنی هر تو به کوچکترین اتفاقی میفته این یهودی ها سریع از اون قانون انتیسمیتیزم استفاده میکنن که یعنی اگه کسی مسئله ضد یهود رو به وجود بیاره ما حالا هر کاری میکنیم بکنیم، اگه به ما بگم بالا چشمت ابروه اون انتیسمیتیزم میشه و اون قانون با طبق اون قانون مجازات بشه طرف. شما فکر کنید واقعا با یه همچین قوانینی و سازمان های حقوق بشری و نم سازمان ملل و اینا که ریشه هاش هم به نظر خود همین یهودی ها گذاشته به کجا میرسه این قضیه؟ یعنی واقعا ریشه های سازمان ملل فکر میکنم که حالا اسرائیل یا یهودی ها گذاشته باشن، به هر حال ریشه های بسیاری از این چه داره یک کم با کاش کنیم اینها گذاشتن به خاطر
اینکه به اصطلاح خودشون رو، ما میبینیم تمام این کشور این قوانین داره اینا رو بیشتر حمایت میکنه تا که اتفاقات دیگه که در گوشه کنار دنیا میفته. کدوم الان مثلا رئیسی که کشتش در این به اصطلاح حادثه مرده، میگن کاش زنده بود، ما به جنایت به عنوان جنایتکار جنگی میکشیدیمش یا کشتن مردم میکشیدیمش به دادگاه. کدوم رئیس جمهور آمریکا که همهشون هم دستشون به خون آلوده است بعد از کشته شدن گفته یا مردن عادیشون گفتن که کاش که نمیمرد، اینو بعد دادگاهیش میکردیم. اونایی که حتی زنده هستن کلی دستشون آلوده به خون مردم در گوشه کنار دنیاست، کدومشون دادگاهی شدن؟ من داشتم توی مقطعی صحبت میکردم نیمه تمام بود، اونم این بودش که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، ایالات متحده آمریکا، اینا امضا کننده اساسنامه این روم بودن، ولی کن بعدن هیچ وقت تصویب نکردن. بعدن روسی هم که جزء امضا کننده بود در سال در سالهای گذشته از اون بیرون اومد، به خاطر اینکه خود این کشورها از عواقب این قضیه نگران شدن دیگه. حالا جمهوری اسلامی که به خود داره، آمریکا همینجوری شد در حال بعد از بخصوص چون میدونید اساسنامه روم در 1998 تصویب شده و از 2002 دادگاه بین المللی جنایی که ازش صحبت میکنیم شروع به کار کرده. خب ما 2001 با در واقع سپتامبر 11 سپتامبر مواجه بودیم و بعد از اون حمله به افغانستان، حمله به عراق و مجموعه اتفاقات جنایاتی که در افغانستان و در عراق صورت گرفت توسط آمریکا به طور مشخص و خب در روسیه هم که خب به هر ید طولایی داره در رابطه با جنایت در سالهای اخیر. به هر حال از نظر ما مدافعان حقوق بشر اینه که جنگ مساوی با جنایت جنگی، یعنی شما نمیتونید یه جا جنگ بکنید و جنایت جنگی روی نده تو دوران معاصر. قدیم ما اینطوری بود که میرفتن تو خیابون دو تا لشکر در مقابل هم دیگه سفارایی میکردن، سرباز در مقابل سرباز و جنرال در مقابل جنرال، حالا میکشتن هم دیگه رو. خب به هر حال جنگ بود دیگه. ولی الان وقتی که جنگ میشه میزنن، حالا جدا از آوارگی و گشنگی دادن و مسائل مختلفی که شما فرمودید، میزنن یه ساختمون رو با تمام افرادش نابود میکنن و حتی معیار دارن که مثلا فرضاً اگر که یک نیروی مثلا مخالف اونجا باشه از نظر اونها مثلا تروریست، 20 تا از زن و بچه‌ش هم کشته شدن لابد مسئله نیست، بالاخره اون نفر رو ما کشتیم. بران این واقعیت جنگ امروزه و خب طبیعی که ما با هر جنگی مخالفیم به خاطر این طبیعتی که داره، یعنی جنگ عادلانه یا جنگ یعنی دفاعی هم به عملا ما این دوران نداریم، یعنی حمله متقابل همراه با آدم کشت. بنابراین با این دنیای معاصر ما مواجه هستیم و خب تلاشمون اینه که با جنگ ها صورت نگیره. ولی به هر حال این بحث ها رو خواستم بکنم که آمریکا هم در واقع جنایت جنگی مرتکب میشه، مرتکب شده و کشورها ممکنه در کشور خودشون، در موقع دموکراتیک بودن اسرائیل صحبت کرده، در کشور خودشون دموکراسی معینی داشته باشن و مثلا فرض کن اعرابی که تحت فشار هستن توی پارلمان اسرائیل هم بتونن حضور داشته باشن، ولی که آنچنان غریبه مناطق اشغالی رو احساس میکنن و آنچنان اونجا نقض فاحش حقوق بشر انجام میدن، ساختمون ها رو نابود میکنن، هر نوع زندگی رو اونجا نابود میکنن. یعنی حتی موقعی که این حوادث 7 ماه اخیر نبود، روزی نبوده که در کرانه غربی آدم ها کشته نشن و اسرائیل اون کارو میکنه و در واقع آمریکا هم در جاهایی که نفوذ داره و زندان های خودش رو داره و خارج از خاک آمریکا هست، کاملا در اون مناسباتش در با مناسباتی که درون خاک خودش داره فرق میکنه. بازم به این معنی نیست که مثلا در زندان های آمریکا نقض فاحش حقوق بشر صورت نمیگیره. ما با دنیای اینچنینی در حال حاضر مواجهیم و باید این دنیای اینچنینی رو به تدریج سعی کرد که تغییر داد با اینکه از واقعیت محض دفاع کرد و در حال در گفتن حقایق همه حقایق رو گفت، جانبدارانه برخورد نکرد و استاندارد دوگانه نداشت در خیلی مسائل. واقعیت محض رو طرح بکنیم، چون که الان گفتم در مورد جنایت جنگی دو طرف جنایت جنگی در مقابل جنایت جنگی ده ها برابر بزرگتر.
حتی آمریکا که مثلا جمهوری اسلامی رو متهم میکنه که با اون پهپادهایی که داده به روسیه، روسیه به اوکراین حمله کرده و کشت و کشتارش، پس یعنی جمهوری اسلامی هم مسئوله، با تمام سلاحایی هم که اینها دادن به اسرائیل در کشتن این جنایاتی که اسرائیل داره انجام میده نقش داره، پس یعنی آمریکا خودش هم در این جنایات سهیمه، یعنی این رو نمیتونه نفی بکنه که یعنی وقتی پهپادی رو جمهوری اسلامی بفروشه اون جنایتکار میشه، ولی اگه اینا خودشون بفروشن به اسرائیل سفارش میکنن که آقا با دقت بزن که کمتر تلفات بده که به هر حال اینطوری نشه اونطوری نشه، یعنی میدونید دوگانگی نیست اصلا، چنگانگیه، یعنی به حدی که آدم حالت تهوع میگیره وقتی که به طور حرفای بعضی از سیاستمدارای آمریکایی گوش میکنه که انگار که واقعا تو یه عالم هفروت زندگی میکنن یا مردم رو فکر میکنن که نمیبینن اینا دارن چی کار میکنن، مردم دنیا رو همه رو کور و کر حساب میکنن که هرچی اینا دارن میگن مردم باید مثل ربات صف بکنن تو مغزشون رو قبول بکنن به عنوان واقعیت. میدونید براش پایان صحبتم به شما بذارم چون فقط یه دقیقه دیگه وقت داریم، بفهم. بله، به هر حال من در میان عرایضم این بودش که جنگ مساویست با جنایت جنگی و باید تمام کوشش این باشه که هیچ جنگی در هیچ جایی اتفاق نیفته. طبیعی که وقتی جنگ هست سلاح جنگی هست و سلاح جنگی میکشه و افراد از بین میبره و نه تنها افراد نظامی از بین میبره، هر چقدر هم صحبت بکنه از هوشمندانه بودن، هدفمند بودن در واقع اهداف، به هیچ وجه هوشمند نیست اینها و به هیچ وجه در واقع هدفمند نیست. بسیاری از افراد غیر نظامیان بیگناه در این روندها کشته میشن و این هر یک غیر نظامی، هر چه مرد چه زن چه کودک کشته بشه اون جنایت جنگی، حتی آسیبی کرده به طبیعت میزنن، اصلا اکوسیستم دنیا رو به هم میزنن. مرسی، خیلی ممنون. به جای خود من، به جای خود من دارم در رابطه با حقوق انسان ها میگم، یعنی از هر حیث من بگم دیگه، یعنی کلا مرسی از وقتی که به ما دادید، تا فرصت دیگه بهتون قربان شم.